درود دوستان عزیز و گلم، گفتم که یک لایو یواشکی و بیخبر از اینکه بچه هایی که با من همکاری میکنن بدونن برم ببینم که شماها چطورین، حال و احوالتون چطوره و اینکه خواستم بهتون یک آپدیت بدم راجع به اینکه در حال حاضر انرژی چطور هستش و اینکه تو این چند روز آینده که فوق العاده مهم خواهد بود چیکار بکنین. امروز که دارم این لایو رو میرم روز یک شنبه است و اینکه روز سه شنبه ما یک سولر اکلیپس داریم یا خورشید گرفتگی که داره در کجا داره اتفاق میفته؟ در سکورپیو. سکورپیو هم میدونین که عقربه و در اونجا خونه سکورپیو که خونه هشتم میشه چیه بچه ها؟ مرگ و زندگی. بنابراین سکورپیو همونجور که ما میشناسیم عقرب ها المنتشون مال اینها آب هستش و فوق‌العاده اینتنس و سفت و سخت و خیلی چیز هستن. بنابراین اگر که الان این خورشید گرفتگی داره در سکورپیو اتفاق میفته، اون عقربی که خیلی روی خوبی داره و خیلی اولش خیلی شیرین و زیبا جلو میاد، ولی وای به حال اون روزی که شما مطابق میلش رفتار نکنین. سکورپیوها رو تا اونجایی که ما میشناسیم خیلی میخوان تریتوری یا جای خودشونو داشته باشن، بنابراین وقتی هم که به یه کسی علاقه من میشن خیلی اونو کورنرش میکنن، مال منه، نمیخوان بذارن که کس دیگه به اون شخص دست پیدا بکنه یا به اینجا. خونه هشتم همینطور خونه ترانسفورمیشنه، تغییر به وجود اومدنه و خونه سیکرته. بنابراین الان از دو روز دیگه ربطم پیدا میکنه به مالیات و نمیدونم تکس و بعد قرض و چیزایی که شما قرض دارین و مربوط به افراد دیگه هستش، یعنی نه پولی که خود شما دارین، نه نمیدونم تکس مالیات و قرض و چیزی که خودتون دارین، راجب کسان دیگه است. پس بنابراین مرگ و تولد اینو در نظر داشته باشین. انرژی فوق العاده، آره عزیزم سیوش میکنم عشقم، انرژی فوق العاده تیز و تنده و تمام کسایی که تا حالا خیلی خوشرو و خیلی خوش صحبت و خیلی زیر نقاب بودن الان همه اینا در میاد، همه اینها میزنه بیرون. خب پس بنابراین خوب حواساتون رو جمع کنین، گوش کنین ببینین چی دارن بهتون میگن. این خورشید گرفتگی داره در جایی اتفاق میفته که قضیه مرگ و تولده، سیکرته، راجب دولت، راجب قرض، راجب مالیات، راجب چیزی که عمومیه و مال کسان دیگه هستش. بنابراین الان در نظر داشته باشین با شرایطی که در حال حاضر الان داره اتفاق میفته خیلی باید هوش و حواستون رو باز بکنین که گول افراد رو، صحبتهایی که میکنند، مقامی که دارن، اطلاعاتی که دارن به شماها رو میدن نخورین. چرا؟ چون الان زمانی هستش که قرار نقابا بریزه، داره چهره های اصلی آدم ها بیرون میاد. پس متوجه باشین که من و شما در حال حاضر نمیتونیم به دولتمون اعتماد داشته باشیم، نمیتونیم نمیدونم به کسایی که در اتوریتی یا نقش مهمی دارن، رئیس جمهور اینه اونه اونه، به هیچ کدوم از اینا نمیتونیم اطمینان داشته باشیم، چون تازه الان اول این اکلیپس که اتفاق میفته، این خورشید گرفتگی تازه اول وقتیه که چهره های اصلی آدم ها بیرون میان، حقیقت ها تازه دارن رو میشن، شما تازه دارین متوجه میشین، ما همه داریم متوجه میشیم که ای داد بیداد ما در چه خوابی بودیم
و چی فکر میکردیم و چی شد. الان دیگه خیلی این زمان مهمه. پس از سه شنبه که این اتفاق میفته، بیشتر هم بچه ها این انرژی روی شرق اتفاق میفته و اروپا. الان اگر موقعیت اروپا رو نگاه بکنین، از نظر اقتصادی، از نظر آب و هوایی، از نظر جنگ، نمیدونم همه اینا، اروپا الان در حال حاضر خیلی جاش خرابه. همونجوری که میبینین یورو داره واقعا ارزش خودش رو از دست میده، داره میفته. انگلیس که اون خوشگلک مرد، الان روی هوا هستن. تازه یه کس دیگه هم که اومد نقش سمت رو بگیره، سه هفته نتونست دووم بیاره، کشید خودش کشید بیرون. اروپا خیلی داستان خرابه و این اکلیپس بیشتر روی اروپا، روی شرق، تمام کشورهای شرقی، ایران، عربستان، افغانستان، نمیدونم کشورهای عربی، چین، ژاپن، کره، بیشتر روی اونا اثر میذاره تا این ور قاره هایی که باز ما هستیم، امریکا و کانادا و نمیدونم این طرف و اون طرف. خب چیز دیگه ای که باید در نظر داشته باشین این هستش که الان در این اکلیپسی که اتفاق میفته در ساین عقرب ها، سیارهشون چیه؟ نپتونه. نپتون دورترین سیاره به خورشیده. نپتون یه چیز، چجوری بهتون بگم، نقابه، نمیدونم، سرده، چیزی هستش که در واقع میخواد چیزهایی رو که قایم شدند و دیده نمیشدند و همچی، این خورشید گرفتگی الان میاد اونها رو همه رو نمایان میکنه. به اضافه این که بعد در نظر داشته باشین که این اکلیپس که خورشید و ماه و سیاره ونوس، حالا ادامه داره تا دو چندین ماه، معمولا این خورشید گرفتگی اون اولی که شروع میشه، از اون زمانی که شروع میشه تا دو هفته خیلی قویه، تا سه ماه یا شش ماه اثرش میتونه باقی بمونه. به غیر از اون بچه های گل، داستانی که هست اینه که الان ونوس هم، سیاره ونوس هم اونجاست، یعنی خورشید، ماه، ونوس، اینا در مقابل همدیگه قرار میگیرن. ونوس چیه؟ ونوس سیاره عشق و ارزش به خود و خوددوستی و نمیدونم مهر و محبت و لطافت و زیبایی و همه ایناست. پس بنابراین ارزش به خود ما فوق‌العاده میزنه بالا. نمیدونم، اینی که تازه ما متوجه میشیم، از خواب بیدار میشیم که ای بابا، من تا حالا فکر میکردم که خودم رو دوست داشتم، اصلا تمام رفتارهای من، کارهای من، الان تازه باورهای ما میزنه بیرون. الان ببینیم بچه ها، هفته پیش هم بهتون گفتم تو لایو، هم اگه نگاه نکردین اون دوتا لایو قدیمی، نمیدونم، اون دوتا لایوی که توی پیج آشرام رفتم، sudabe.burnett رو حتما حتما نگاه کنی. خب توی اونها هم خیلی راجع به این قضایا صحبت کردم. الان دقیقا یه زمانیه که ما در نهایت نارضایتی قرار داریم. چرا؟ به خاطر اینکه تازه از خواب بیدار شدیم و متوجه شدیم که ای بابا، اصلا ارزش‌های من چی بوده، باورای من چی بوده، من نه خودم رو دوست دارم، نه جایی که هستم رو دوست دارم، نه موقعیت مالی و اقتصادی رو دوست دارم، نه آدمایی که باشون دارم دیل میکنم رو دوست دارم. تازه الان پس اینو متوجه بشین که انرژی کلی انرژی نارضایتیه. خب حالا توی این قضیه شما باید در نظر داشته باشین که این سکورپیو عقرب وقتی صاف بکشینش بیاین اونور، میفته توی اردیبهشت. همونجوری که میدونین که بنده خودم هم اردیبهشتی هستم. اردیبهشت سیارش چیه؟ سیارش ونوسه. ونوس الان رفته توی اسکورپیو نشسته، یعنی اون ور خونه نشسته. ونوس اصلا دوست نداره بره اونجا بشینه، جاش درست نیست. از اون طرف این سیاره ها رو وقتی کلی نگاه میکنیم، میبینیم اون جوری که الان قرار گرفتن، جاهایی هستش که راحت نیستن، جای خودشون نیست، خونه خودشون نیست. از این ور اگر اردیبهشت رو نگاه کنین، خونه دومه.
خب خونه دوم چیه؟ خونه دوم اردیبهشت، تمام داستان پول و ثروت و موقعیت و بانک و نمیدونم همه اینو، خونه و زندگی. خونه دوم صحبتش چیه؟ همش اینه که من چی دارم؟ چون خونه پول دیگه، ثروت پول، سیارش کیه؟ سیارش ونوسه، ارزش به خود، عشق به خود، مهر، همه این داستانا. الان این در مقابل اسکورپیو قرار گرفته که اسکورپیو برعکس اردیبهشت که راجب من، اسکورپیو در مورد کسای دیگه است. پس الان این قضیه ونوس چون رفته اونجا نشسته، تمام داستان پول و ثروت و بانک و همه اینا الان توی این اکلیپس منفجر میشه. به خاطر همین است که کلی کسایی که توی فاینانشال اقتصاددان‌ها الان دارن میگن که زمان خیلی حساسیه، حواستون به پولتون خیلی باشه، چون پول و ثروت و هر چی که دارین ممکنه روی باد هوا بره. الان به خاطر اینکه ببینین در یه چه میدونم بورس و اقتصاد و استاک و کریپتوکرنسی و نمیدونم همه این داستانا اینقدر این بر اون بر و روی هوان بالا پایین بالا پایین، الان چیزی که بیشتر این اقتصاددان ها دارن میگن، میگن خیلی حواستون رو جمع کنین، چون اگر داستان بخوره به اونجا، الان جنگی که امریکا با روسیه در جنگه، با چینم در جنگه، خب دو تا کشور ابرقدرت از اون و روسیه و از این طرف هم چین، امریکا الان باشون وارد جنگ شده، از اون و روسیه با اوکراین توی جنگه. امریکا الان میگه که اون چیپای اصلی که میاد توی تلفن و نمیدونم همه این داستانو، میگه دیگه به چین نمیفروشم، نمیدم اینو به چین. خب از اون ور چین روی لجبازی میفته، کمتر چیز تولید میکنه، برای اینکه میدونیم که تا الان آیفون توی چین ساخته میشد، الان امریکا به چین نداده، داده به هندوستان. خب پس داستان خیلی قراقاتیه. الان پیشنهادی که بهتون میکنم این استش که از نظر مالی کاری نکنین. اگر توی بورس و این داستانا هستین، پولتون رو بکشین بیرون، حواستون باشه. تازه الان این اقتصاددانهای امریکایی دارن میگن پولتون اگه تو بانک هم باشه بازم بهش اطمینانی نیست. اینه که چی کار باید بکنین. یکی این که از ترس در بیان، خب از ترستون در بیان، جاتون رو محکم بکنین تا اونجایی که امکان داره. ببینین که فعلا اگر که شما در چه میدونم بورس و جایی پولی به کسی قرض دادین و از این کارا کردین، فعلا باید بتونین حداقل بتونین یه مقداری پول توی دستتون باشه. الان مهمترین موقع هستش برای خانم ها مخصوصاً، که متوجه باشین که شما همونجوری که توی لایو دیروز گفتم، قراره که رهبرهای جدید باشین. شما قراره رئیس جمهورای جدید، قرار شده توی سنت قاضیهای جدید باشین. خانم های عزیز، ما جامون با خودمون کجاست؟ 22 ساله که من دارم داد و بیداد میکنم هی که خانم ها جاتون رو قرص کنین، محکم بشین، حواستون باشه، ببینین کجا هستین، چی کار داری میکنین. الان دیگه فوق‌العاده مهمه. خب اینم از این داستان. این پس کاری که باید بکنین این هستش که چجوری خودتون رو قوی میکنین. الان باید بشینین نقشه زندگیتون رو بکشین، باید متوجه باشین که کجا میخواین برین، چجوری شما از نظر ذهنی، احساسی، فیزیکی در بهترین و بالاترینتون هستین، چه چیزهایی به شما کمک میکنه که قدرت بیشتری داشته باشین، چه باورهایی، چه چیزهایی شما رو ضعیف کردی که باید ریخته بشه بریزه. و اینکه دیگه همین دیگه، من باید برم الان کارگاه دارم بچه های گلم. روی یوتیوب قربونتون بشم، بیش از 1000 تا برنامه تو هر زمینه که فکر کنین من اونجا دارم. برین اون برنامه ها رو گوش بکنین، بهتون کمک میکنه از نظر چه میدونم عرفان 1، عرفان 2، از نظر احساسی، از نظر فیزیکی،
از نظر ذهنی راجع به همه اینا صحبت کردم. اگرم که خواستین که فعلا ما یک شنبه های کارگاه و دور همی داریم که دیگه بیشتر روی این قسمت ها و همه اینا کار میکنیم. خب پس یادتون باشه تمرین مهم و اصلی این هستش که چی شد بالاخره؟ بالاخره این شد عزیز من که تو به عنوان یه خانوم از خودت میپرسی که من از نظر ذهنی، احساسی، فیزیکی چجوری باید در بهترین و قوی ترین نقطه‌ام باشم. بعدش هم گفتم بیش از 1000 تا برنامه روی یوتیوبه که اگه میخوای به خودت کمک کنی، همونجوری که این همه آدم میگن بهشون کمک شده، برو رایگان اونها رو بشین گوش کن، یه دفترچه بردار، اینا رو همه رو نوت برداری بکن. و بعد اینکه بدونیم که در زمانی که در حال حاضر انرژی الان نارضایتیه و این کاملا طبیعیه، حالا من چجوری باید بشینم ریشه‌ای خودم رو بشناسم، باورهامو متوجه بشم، ارزشهامو متوجه بشم، برنامه آینده رو ببینم چی کار میخوام بکنم، قدمهام چیه، قدمهای درستم چیه. آره عزیزم این لایوم سیف میشه. بعدش هم اگه خواستین که با من در تماس باشی، الان در حال حاضر روزای یک شنبه ما کارگاه داریم، میتونیم بیان اونجا با همدیگه سوال و جواب هامون رو انجام بدیم. اگرم نه، بازم دارم بهتون میگم اگر شما هیچ کاری نکنین، فقط روی یوتیوبون برنامه ها رو گوش کنین، توی همه زمینه من صحبت کردم. همتون رو میبوسم، مراقب خودتون باشین. بالاخره هم اینو بدونین آخرش چی میشه؟ نور بر تاریکی پیروز میشه. الان باید این اتفاقا، این خرابیا، اینا همه باید بریزه، نقابا باید همه بریزه، ما متوجه بشیم کی داره حقیقت رو میگه، کی داره فیلم بازی میکنه، کی داره از خودش رو خیلی شیرین و ناز و جذاب نشون میده ولی هفت خط پدر سوخته است. اینا همه میریزه بیرون و اینا خیلی خوبه، برای اینکه باید این اتفاقا بیفته. میبوسمتون، قربونتون بشم، مراقب خودتون باشین. همه با هم دیگه هستیم به امید پیروزی ایران به زودی زود. ماچ ماچ، بای بای.